نام یاد خدا با عرض سلام خدمت شما که کمی لحظه بیننده برنامه خوبه ببینه با پس از سین انشالله که جور صحتمند من باشه هر کجایی که هستین زندگی خوب خوش را داشته باشین دوست عزیز امروز برنامه سالات داریم در اصل تقاضای شما حجزا که خواهش کرده بودین از ما ما هم یک نمه سالات بسیار خوب و خوشمزه در برنامه برای شما به معرفی گرفتیم پس همراهی تا نخواهان تا پایان برنامه با ما همراه باشین امروز میخوایم برای شما سالات نخوت آماده کنیم ای که بر برای از ای که ما داخل غذا استفاده میکنیم یا شور نخوت آماده میکنیم میتونیم, میتونیم از او سالات هم آماده کنیم پس به که با ما آده لازمیش معرفی شویم خب نخوت جوشانده دوست عزیز یکنیم گلاس دو عدد کچالو که به شکل چپس ورقی آماده می کنیم سی عدد بادنجان رومی، نیم عدد کاو، یک عدد مرش دلمه، دو عدد باد بادرنگ، لیمو دو سایزیس، آبش یعنی دو قاشق خب رنگ شیرین در مواد لازمی ما نیست ولی این دلخواست دو سایزیس نمک به مقدار لازم مرچ سفید به مقدار لازم روغن زیتون هم دو سه یک قاشق و کیچپ همچنان دو قاشق غذاخوری استفاده میکنیم قسمی که گفتیم دو سایز است ما در پولی غذای خود یک چپس ورقی هم آماده میکنیم که زمینه همین سالات می باشه ببخشید این سالات ما و رنگ شیرین دلخواس اگر خواستین شما میتونین با چپستان اضافه کنین اگر نخواستین دو زیست اضافه نکنین به این خاطر ما شامل مواد لازمه امروز خود نساختیم رنگ شیرین خب در ابتدا می خواهیم که کچالو را دوستا پست بکنیم و به شکل برق برق بکنیم و سلات امروز بسیار خوشمزه است قسمی که گفتیم دوست عزیز شما میتونین علاوه از که از نخود غذای بسیار خوب خوشمزه آماده کنین شما میتونین روزایی که میمانی میداشته باشین متفاوت تر از سلات های قبلی یک سلات بسیار خوب خوشمزه از نخود آماده کنین و مطمئن هستم که تمام اطفال خوش دارن نخود و زیادتر نخود لوبیا را دوست عزیز پس بین که که جای ازی که نخود جوش میتیم یعنی نخود جوشک برشان آماده میکنین شما به این به میشکل دیگه ترکاری را زمیمیش بسازین سبزیجات به شکل یک سلات بسیار خوب و خوشمزه آماده کنین و بتین که نوش جان بکنن و خب میفهمین که نخود سرشار از پروتین از دوستا یعنی بعد از گوشت دیگه مقوی ترین پروتینی را که داره یا بلندترین پروتئینی را که داره نخود و لوبیا دوستا برای در قسمت رشد نموی اطفال خصوصا در قسمت ساخت ساز اسکلت بندی و سخان ها دوستای عزیز بسیار زیاد مفید است شما میتونین به این شکل استفاده بکنین خب دوستای عزیز ما باید کچالو را خواب نخوتم داخل ظرف کلان اضافه میکنیم و, و کچولور را هم به شکل ورق ورق میسازیم بسیار نازک نازک اگر ماشین دارین دوست عزیز خب خوبتر اگر ندارین به می خاطر ما هم در برنامه امروی کارت دوست عزیز خواستم که ورق ورق کنم به خاطر از اینکه تاک شما هم ببینین کچولویی که به که شکل ورقی در بازار داخل پا... پاکت دوست عزیز به فروش می رسه یا شما هم از اون طریق به دسترس خود قرار میتین شما میتونین در خانه به میشکل شکل دوست عزیز اه... همین را آماده کنین خب دوست دیدین که کچالو را بسیار خرد خرد یعنی بسیار باریک باریک ساخته میشه و کچالو دوست عزیز همچنان مثل نخات سرشار از نشایسته یعنی پروتین هم از سوسا و خصوصا اطفال که ضعیف هستن میتونین که از کچالو دوست نه تنها بر اطفال برای بزرگسالان هم بسیار فایده داره و خودش بسیار یک غذای مقوی است و اگر شما از کچالو آماده کنین و هجزایی که ورزشکار هستن اونا زیادتر میتونن که از کچالو استفاده کنن و به می شکل میتونین که کچالو را زمینی هر غذای خود بسازین خب هجزایی که میخواین وزنشان زیاد شوه میتونن از کچالو زیادتر استفاده کنن و که نمیخواین وزنشان زیاد شوه اونا باز کمتر از کچالو استفاده کنن به خاطر کچالو خودشان وزن زیاد میسازه خب دوست عزیز کچالو را اضافه کردیم یعنی برگ برگ ساختیم و یک بار میشوییم کم آب هم داخلش مندازیم به خاطر که رنگ شیرینه باید اضافه کنیم تا یک کمک رنگ بگیره به خود خب رنگ شیرین دوست عزیز به مقدار لازم جداگانه داخل ظرف هست اول به شکل مایه آمادهش میکنیم دوست عزیز بعدا باز داخل بسیار کم کم داخل کچالو اضافه میکنه میشه تا که کچالو هم رنگ خوب را بگیره به این شکل کوشش کنید که به میشکل شکل توسط قاشق دوست عزیز به میشکل کم کم اضافه کنین که با زیاد کچالو رنگشان باید سرخ نشه یا رنگ نارنجی کاملا به نگیره فقط بر چند دقیقه داخل از آب که از رنگ شیرین آماده کردیم میگذاریمش میشه دوست عزیز و رنگ بسیار خوب را به خود میگیره بعد از او باز داخل روغن اضافه میکنیم خب روغن هم دوست عزیز داخل دیک اضافه میکنیم حرارت شام روشن میکنیم و, و میمانیم که روغن دوست عزیز آیستا, آیستا گرم شوه بر چپس ما و تا وقت دیگه ترکاری ها هم آیستا, آیستا ریزه می کنیم که مرش دلم است و همچنان بادرنگ و فراموش نکنید که داخل آبتان میتونیم که نمک هم اضافه بکنید دوستا بخاطر خاطر که مغز چپس باید کمی نمکی شوه خب دوستای عزیز تا که روغن گرم بشه بر چپس چه خوب است که یک وقفی کوتاه را با هم داشته باشیم دوستها، بعد از وقفه با ما باشین زود و زود برمیگردیم مواد لازم سالاد نخود نخود جوشانده یک و نیم گیلاس مرچ دولمه یک عدد کاهو نیم عدد بادرنگ دو عدد بادنجان رومی سه عدد کچپ دو قاشق آب لیمو یک قاشق روغن زیتون یک قاشق کچالو دو عدد مرچ سفید و نمک به مقدار لازم بازم شما را خوش آمدید میگم با ادامه برنامه خسته نباشین دوست عزیز سلام خاص خدمت هوی ده که تازه با برنامه ما و برنامه را بیننده هستند. خب دوست عزیز روغنم گرم شده ولی باید یک کم دیگه باید گرم شوه و موادایی که ما اضافه میکنیم که کاهو یعنی امرای نخات مکس میکنیم دوستا کاهو است و بادنجان رومی، بادرنگ، مرچ دلمه و همچنان یک عدد آب لیمو رو دوست عزیز اضافه میکنیم و شما که دوست دارین دوستها شما میتونین هر ترکاری را که خوش دارین اضافه بکنین ببینیم که در که ما با نخود جوشانده یک جا می سازیم یک سلات بسیار خوب و خوشمزه دوست عزیز به نام چیکپی سلات یا می توانیم بگیم که نخود سلات نخود دوست عزیز آماده کنیم خب روغنم فکر می کنم که ببینیم داغ شده آبش دور نکردیم دوست عزیز بله هر در دوست قرار می زیادتر نمی خواهیم دوست عزیز که کاملا چپس سیاه بگردم باید باید پخته شوه به این شکل بله در شروع دوست عزیز زمانی که میخواین روغن داغ شود کمی حرارت بلند بونین ولی چپس زمانی که اضافه میکنین بعدا باز شما میتونین که حرارتش در وسط قرار بتین تا کچولو و یا همی چپس ورقی که آماده کردین کاملا باید مغزش پخته شوه و یک چیز باید در نظر داشته باشید که کچالوی را که شما دو سایزی ورق برق می سازین باید که یک اندازه باید ریزه شوه خرد و کلان باید نباشه و یک مقدار را که اضافه میکنیم داخل روغن باید مقدارش شماین باشه زیاد نباشه کچالو داخل روغن به خاطر که مقدار روغن کم می باشه مقدار کچالو زیاد می باشه. باز کچالو همونطور از او که تفت یا عرق داخل روغن میزنیشه، بسیار طولانی هم پخته میشه دوستا و امکان داره که کچالو هم از هم بپاشه خب دوستای عزیز یک عدد مرچ دلمه را هم هر رنگی که دلمه باشه دوستا فرق نمی کنه ولی سرخ باشه زرد باشه مگر باید که داخل سالات ما از مرچ دلمه باید باشه خب میش اندازی که نخود از دوست عزیز ما تمام ترکاری ها را به مو اندازه خرد خرد می سازیم و از اینکه دوست عزیز هوا گرم شده میره ما میتونیم که زیادتر از سالات استفاده بکنیم یا سالات میوه باشه و یا همچنان سالات ترکاری باشه به خاطر از اینکه در هوای گرم نمیتونیم غذاهای زیادتر چرب بگیریم باید غذاهای بگیریم دوست عزیز که برای بدن ما فواید خوبه را برسانه که از قبیل سالات زیادتر استفاده بکنیم خوب است و و مخصوصا از طرف شب زیادتر سالات استفاده کنین کسایی که خصوصا رژیم غذایی میگیرن اونا زیادتر دیگه باید فوکسشان سر سالات باشه دوستا خب بادرنگ همچنان دوست عزیز پوست نمی کنیم پوستش پاک شستیم و همراه پوستش استفاده می کنیم به می شکل بادرنگ هم خورد خورد می سازیم ولی باید که چپس ها هم متوجه باید باشیم دوستا زیاد شورش نمیتین فقط همین که چپس خودش آماده شد دوستا عزیز بالای روغن میای شما باز با مو دیدن که ببینین شد دوستا میفهمین که پخته شده دیگه باید حال از داخل روغن بکشیمش ولی در شروع زمانی که بالای روغن اضافه میکنین دیگه لازم نیست که قاشقک بزنین شو زیاتر به خاطر زی که چپس نرم می یا کچالو نرم می باشا. امکان داره که میده شوه و بعدا باز جگر خونتان می سازه و باز همو اصلا همو غذا یا همو شکل را که شما میخواستین آماده کنین و مشکل به خود نمیداشته باشه خب بله دوست عزیز گفتیم که کچالو تا زمانی که پخته نشده شما دیگه قاشق نمیزنین اجازه بتین که خوب داخل روغن سرخ شوه زمانی که سرخ شد چپس بالای روغن میره همین که بالای روغن آمد دیگه مطمئن باشین که پخته شده خب بونجان هم دوست عزیز با شکل که ما بادرنگ ها و دیگه ترکاری رو ریزه کردیم با مو اندازه بادنجان رومی را رو هم ریزه میکنیم و استفاده از است بادنجان رومی داخل ازی سلات. سلات از این سالات سالات بسیار خوشمزه میسازد دوستا فراموش نکنیم که بادنجان رومی باید حتمی باید داشته باشه و همچنان بسیار فواید زیاد داره دوست عزیز در قسمت میگه داشتن جلدتان یعنی شاداب نگه داشتن جلدتان بسیار رول خوب را داره دوست عزیز شما میتونید همیشه از بادنجان رومی استفاده کنین و همچنان از طرف صبح اگر شما نوشجان جان بکنین وزنتان از وزنتان کاسته میشه و شما باز میتونین در جریان روز دوست عزیز احساس بسیار خوب داشته باشین و یک احساس میکنین که یعنی فقط همطور همیشه تازه هستین اگر از طرف صبح از بادنجان رومی استفاده بکنین خب بعد از این دیگه دوستای عزیز آیسایسا آیسا یعنی هوا که گرم شده میره و و بادنجان رومی از وطن خود ما به بازار ارزه میشه شما میتونین که زیادتر استفاده بکنین و چرا که همیشه از طرف بار بهار دوستای عزیز از بادنجان رومی داخل غذا ها استفاده میشه ولی از طرف زمستان یا به شکل ربز جور میکنن استفاده میکنن و یا همچنان حدیزایی هستن که از رو استفاده میکنن یا به شکل بادنجان رومی رو را خشک میکنن استفاده میکنن ولی تازیش فواید خاص خود داره شما میتونید که سالات آماده کنین میتونین داخل غذایتان استفاده بکنین دوست عزیز به میشکل از بادنجان رومی هم میتونین که استفاده بکنین خب دوست عزیز کچولو هم فکر میکنم که چپس آماده شده نه چند دقیقه دیگه مونده دوست عزیز. که آماده میشه و تا کچولو را هم دوست عزیز آماده میکنیم باز هم وقفه داریم و مواد لازمه را فراموش نکنین در ادامه با ما باشین زود برمیگردیم مواد لازم سالاد نخود نخود جوشانده یک و نیم گیلاس مرچ دولمه یک عدد کاهو نیم عدد بادرنگ دو عدد بادنجان رومی سه عدد کچپ دو قاشق آب لیمو یک قاشق روغن زیتون یک قاشق کچالو دو عدد مرچ سفید و نمک به مقدار لازم خب دوستان عزیز چپس تمامش آماده کردیم و کشیدیم داخل یک چلاساف مادیم که کاملا روغنش باید تصفیه شود یک عدد لیمو را هم دوست عزیز آبش می بالای سلات اضافه می کنیم به خاطر خوشمزگیش و اگر لیمو در دسترس نداشتین میتونین سرکه داشتین از سرکه یک قاشق استفاده بکنین دوستا اگر لیمو باشه لیمو خوبتر است خب یک عدد لیمو را هم دو اضافه کردیم و کاسر نزدیک دست خود میمونیم روغن زیتون به خاطر از اینکه سلات مزاج زرد سرد داره دوستا و هجزایی که هست ترکاری باف و یا غذاهای سرد پریز هستن اونا میتونن از روغن زیتون داخلش استفاده بکنن خوبتر است و همچنان سلات بسیار خوب تازه نگاه میکنه دوستا نمک به مقدار لازم اضافه میکنیم مرچ سفید بسیار کم دوستا عزیز فقط نوک قاشق اضافه میکنیم و همچنان چپ بخاطر از کیچپ به خاطر از که طعم بسیار خوب میتبر سلات میتونین که دو قاشق اضافه بکنین دوستا خب دسکاشو زده سما ما سالات ها دوست با دست خود به میشکن همه گیشه مکس میکنیم تا که نخواد با ترکاری باب دوست هستیست شکل بسیار خوب را بگیرم بله ببینید که چه خوب یک رنگ بسیار خوب را گرفته و همی که ساس اضافه کردیم بسیار یک خوشبوی خوب از سالات بالا شد دوستا ها آه دیگه میگین که کاش که دیگه باشه و که شب دوست عزیز همراه نان نوشجان جان کنین شما هم وقت دارین دوست عزیز شما میتونین که آماده کنین و همراه نان همراه شب یعنی غذای نان دوست عزیز میتونین که جان بکنین دستای خود یک بار آبکش میکنیم دوستا خب سلات ما آماده است دوستا برنامه امروز ما سلات بود دوستای عزیز خدا کنه خوشتان آماده باشه و یک قاشق میگیریم و و سلات روی بشقاب میکشیم نمکش زمان اضافه بکنید دو ساز که غذایتان کاملا آماده باید باشه بعدا نمکش اضافه بکنید به خاطر از اینکه اگر از قبل نمکش اضافه بکنید سلات کاملا آب میکشه باز سلاتتان آبدار میاد دو سای عزیز باز جگر خونتان میسازه به او خاطر زمان سلات نمکش اضافه بکنید که غذا آماده باشه دیگه فقط یعنی بریم به طرف جان کردن خب چپس هم دو عزیز زمینی سلات امروز ماست ما همیره در کنار قاب در بغل سلات میگذاریم شکل بسیار خوب را گرفته چپس امروز دو عزیز که آماده کردیم مطمئن هستم تمام اطفال خوش دارن ایره و شما هم خوش دارین پس چه خوب است که خود ما جور کنیم که صحی باشه به دست خود نمکش، زایقیش، روغنش، همه چیزش کنترلش داده دست خودتان دوستا خب یک دو برک شبت عزیز استفاده می کنیم و فقط به این قسمت قرار میتیم با ما هم دسکشاره دور می کنم دوستا سلات ما آماده است بادم تشکری میکنم از شما حجزایی که تماس گرفتین پیام ماندین دوست عزیز در فیسبوک برنامه و خواهش سلات از ما کرده بودین خدا کنه که بینیده برنامه بوده باشین دوست عزیز و سلات را که امروز آماده کردم مورد پسند شما عزیزا بوده باشه خب دوست عزیز پیام هایی که دوست ما گذاشتن و همچنان تماس گرفتن خانم جمیله نورستانی بیننده همیشگی برنامه بیبین به همیشه تعریف و توصیف از برنامه کردن و همیشه پیام بسیار خوب به برنامه گذاشتن زنده و سلامت باشند و همچنان شکریه یوسفی از یک گفته که سلام بعد از سلام گفته که میشه دلمه برای ما آماده کنین حتما چرانی خواهر عزیز گرچه یک بار ما آماده کردیم ولی کوشش میکنم یک بار دیگه هم برای شما آماده کنم دنیا جان از سرک میدان گفته که سلام خدمت آشپز بسیار خوب و لایق برنامه بیبین و بپس زنده و سلامت باشین سلام های مرا هم پذیرا شوین گفته که همیشه برنامه, برنامه های تانه تعقیب میکنم بسیار برنامه زیبا و همیشه غذاهای خوب را آماده میکنین زنده و سلامت باشین گفته که یک خواهش دارم اگر میشه من تو در برنامه آماده کنین حتما چورنی خواهر عزیز آماده میکنم بیننده برنامه باشین مثل همیشه و تشکر از اینکه که مندی خاص با برنامه دارین برنامه برنامه خود شما هست زنده و سلامت باشین و بازم دوست عزیز اگر میخواین که پیام های شما را در برنامه به خانش بگیرم میتونین به فیسبوک برنامه دوستای عزیز آه ل... آه یعنی فیسبوک برنامه را لایک بکنین و پیام بگذارین دوستا و همچنان اگر میخواین که تماس داشته باشیم شما میتونین به شماره تلفن 0707 5959 59 تماس بگیرین و ما هم در خدمتتان هستم زمانی که تماس میگیرین موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما عزیزا را با خود داشته باشیم بازم زنده و سلامت باشین و تشکری میکنم از تمام همکارایم که با اتفاق هم همچون برنامه زیبار بار تقدیم شما عزیزا کردیم ایام بود برنامه امروز ما دوست عزیز خدا کنه که خوشتان آمده باشد دوست عزیز و تا برنامه دیگه که باز هم فردا شب در خدمتتون قرار میگیریم خداوند یارو یاوند